امروز بچه ها بحث دوره کمبوجیه رو میخواییم ببندیم. خب من در واقع دو تا چیز میخوام براتون بگم. یکی این که در مورد سیاست کمبوجیه، یعنی که کمبوجیه که حرفشو میزنیم این آدم واقعا در امتداد کوروش بوده یا نبوده، این یه پرسشیه دیگه. تصویری که شما تو تاریخ از کمبوجیه دارین دو تا تصویر زد و نقیزه. خلاصش کنم، بذار یکی از اون تصاویر رو با هم دیگه ببینیم. شما بعدی رو لطف کنید متون یونانی رو که نگاه میکنین تقریبا شما تصویری که از کمبوجیه تو کتابای تاریخ الان دارین تصویری که هرودوت داده، خیالتون راحت کنم. یعنی هرودوت یک تصویر منفی غیر اخلاقی یه آدم دیوانه مجنون خرابکار از کمبوجیه ارائه کرده و خیلی جذاب و چشمگیره که تحلیل کوچولی من روش کردم و تصویر ایرانیه. این تصویر با کلیدواژه ایرانی بیان شده. بذاریم براتون بگم چیه. مجرای تولیدش و مجرای انتقالش مصر به یونان ها، تو مصر و یونان به وجود اومده. دلیلش هم امروز بهتون میگم. منتها کلیدواژه‌ای که با هرودوت بیان کرده، مفهومی که اومده منتقل کنه، مفهوم ریشه ایرانی داره. ببین اولا مهمترین صفتی که نسبت میده، ببین یونانیا بچه‌ها یک مفهومی دارن به اسم هوبریس. هوبریس خیلی کلیدواژه مهمیه. خب هوبریس رو شاید اینطوری بهتون بگم، تراژدی یونانی، اصلا ادبیات یونان مبناش هوبریسه. خب یعنی تراژدی میدونین دیگه، سرودایی که برای دیونوسوس میخوندن سرودایی که خیلی خوش و خرم نیست، سرودای غم انگیزیه که برای سرنوشت غم انگیز بزرگانه که برای مراسم دیونوسوس خونده میشده. توی تراژدیا اون آدمه که یه بلایی سرش میاد و غم انگیز سرنوشتش، اون آدمه به این دلیل غم انگیز موقعیتش که پاشو از گلیم خودش درازتر میکنه و این پا از گلیم خود درازتر کردن یونانی ها بهش میگفتن هوبریس. هوبریس رو خیلی مشکل ترجمه کردن به فارسی، معمولا غرور ترجمه میکنن ولی غرور خالی نیست. غرور هست، خیره سری هست، زیاده خواهی هست. توی عبارت اگه بخوایم بگیم دقیق ترین عبارت، عبارتش پا از گلیم خود بیرون گذاشتنه. خیلی دقیق این معنی رو میده. و یه نکته خیلی عمده این که کلمه هوبریس ما تو ایران نداریم خیلی، و خیلی جالبه. این میدونی چرا؟ چون که مالی جامعه برده داره ایده هوبریس. مثلا اگر تو برده باشی جلو اربابت پروبازی در بیاری، حرفش گوش ندی، اطاعت نکنی، بندوار نباشی، هوبریسه. اگه تو آدم باشی جلوی خداوند حالت بنده نداشته باشی، هوبریسه. این ایده انسانی که در مقابل خداوند مثل برده در مقابل سرورشه، ایده یونانیه. خب و همونطوری که آدم در مقابل خداوند ممکنه دچار پالگیلی دراستر کردن بشه، برده در مقابل اربابش هم میتونه بشه. کمبوجیه یه نمونهشه، یعنی توی متون یونانی کمبوجیه نمونه خالص غروره، نمونه خالص هوبریسه. چی کارا میکنه؟ و صفاتی که هرودوت برای کمبوجیه آورده توی اصل یونانی کارش، میگه سنگ دل خالپوس، یعنی سنگ دل، بیرحم، گستاخ و بیشرمه، اوبلیگوروس، نیمه دیوانه است، هوپو ماگوتروس. خیلی جالبه، انگار کتاب نقش رستم و کتیبه نقش رستم و اگه شما بخونین داریوش در مورد یه چیزای خودش ستوده، یعنی میگه من اینجوریم، من اینجوریم، خود انگارش داره میگه. انگار دقیقا هم اونا رو برعکس کرده، هرودوت در مورد کمبوجیه به کار برده. خیلی روشن مثلا میگه که دستخوش خشم و رشک میشه، دقیقا داریوش میگه من دستخوش خشم و رشک نمیشم. چیز استونوس بهش میگن یونانیا، یعنی خشمی که از حسد بیرون میاد، خشم بدخواهانه که از حسد بیرون میاد. بعد از اسیر ترس میشه، داریوش میگه دچار ترس نشین، دچار حسد نشین، دقیقا هم اینا رو چیز داره. دچار شهوت زدگی میشه، زیاده روی میکنه، ارسطو میگه میانه روی درسته، این زیاده روی میکنه، مثلا زیاد شراب میخوره. دقیقا همین صفت ها رو داریوش میگه من ندارم، هرودوت میگه کمبوجیه داشت. خیلی روشن. و جالبه که بین این همه متونی که در اون دوران ما داشتیم این باقی مونده. این خیلی جالبه، یعنی حالا توهم توته نمیخوایم داشته باشیم ولی هر کتابی رو شما باز میکنید همینا رو میخونید. بعضیاش آشکارا غلطه، یعنی ما الان سند روشن داریم که نادرسته اصلا. مثلا یکی از دلایل این که میگه
کمبوجی دوچار خشم بود، آدم خشمگینی بود، این بود که گاو آپیس رو که گاو مقدسی بود، اون دفعه براتون گفتم مومیایی میکردن اینا، با شمشیر کشت. در حالی که ما میدونیم 524 پیش از میلاد، یک سال بعد از اینکه کمبوجی میره مصر میگیره، کمابیش همون دورانی که هرودوت میگه زده کشت گاو آپیس رو، گاو آپیس میمیره و گاو آپیس رو مومیایی میکنن و طی مراسم با شکوهی که کمبوجی هم توشه دفنش میکنن، این فرعونای قدیم، و مهر میزنه کمبوجی روش. یه دلیل دیگر این که خشمگینه، میگه که جسده و حسد داره، حسوده و خشمگینه، همه فتونوسد برای اونجا داره میگه، میگه که جسد آماسیس رو یادتونه دیگه، فرعون قبلیه اون که خیلی مقتدر بود رو 40 سال حکومت کرد، اونو از قبر بیرون آورد، موهاشو کند و سوزوندش. خب در حالی که این جسد رو پیدا کردن هستن، خب یعنی قطعا غلطه این جملاتی که داریم میگیم. خب داده ها نشون میده که تصویر هرودوت در مورد کمبوجیه قطعا غلطه، اینطوری بهتون بگم. میگه با خواهرش ازدواج کرد. خب ما یه کتیبه توی فارس داریم تو نیریز، به احتمال زیاد مقبره کمبوجیه اونجاست، اسم خود کمبوجیه است، اسم خواهرش هم است، میگم اسم خواهرش، اسم همسرش هم است، اصلا ربطی به چیز نداره، ربطی به آتوسا نداره. خب هیچ منبع دیگری به جز هرودوت نگفته آتوسا همسر کمبوجی است، خواهرشه، هیچ اشاره دیگری اینطوری نداریم. خلاصه بهتون بگم بین متونی که در مورد کمبوجی نوشته شده، تندترین و منفیترین تصویر که غلطترین تصویر هم است هرودوت داره و همون از همه بیشتر تکثیر شده. دلیلش هم بهتون بگم، دلیلش یک پیشداشت روانی مورخانه از قرن 19 به بعد که البته قدیمیه توی غرب و خود افلاطون هم بهش اشاره میکنه و اون حرف اینه که شاهان بزرگ بچه بیورزو باید داشته باشه. این پیشفرضیه که وجود داره. این ایدم از افلاطونه که میگه جهان به سمت تباهی پیش میره، بنابراین بهترین و بزرگترین شاهان فرزندانشون پلیدترین و ناجورترین آدمان. خب که به لحاظ تاریخی من یه آمار کوچیکی گرفتم، نادرسته این، یعنی معمولا شاه خوبا، شاه قویا، پسرشون هم معمولا خوبه، یعنی اینطوری نیست. تک و توک داریم نمونه‌هایی که برعکس باشن، منتها معمولا پسر آدم بیورزایی به این شکل نیست. خب حالا بعدی رو لطف کنین، منتها ما در مورد خود کمبوجیه چی میدونیم؟ ما یه سری سند خیلی روشن و مشخص در مورد کمبوجیه داریم، یکیش همین رفیقمون اوجاهورسن است که اون دفعه براتون گفتم. اوجاهورسن که حالا این شکلیه که بازسازی کردن کلش رو، در واقع کله نداره. همونطور که گفتم این آدم موقعی که کمبوجیه به مصر حمله میکنه، هم دریا سالار مصر، هم پزشک مخصوص فرعونه، یعنی بزرگترین پزشک احتمالاً کره زمینه و مهمترین دریا سالار کره زمینه. خب بزرگترین نیروی دریایی تا قبل از کمبوجیه نیروی دریایی عظیم درست میکنه و گفتم نوآوری میکنه توش. دفعه پیش گفتیم که تریرم، این ناوهای سپاروه درست میکنه، منتها تا قبلش، و اینم بهتون بگم مثلا ناوگان کمبوجیه احتمالاً 300 تا کشتی داشته، خیلی بزرگه برای اون دوران، 300 تا کشتی چیز جدیه، همش تریرم نبوده، تریرم یه بخشیشه، منتها 300 تا کشتی یک ناوگان خیلی عظیمه. آمارش هم میخوایم بدونین تا دوره داریوش دو برابر میشه، یعنی داریوش 600 تا کشتی داره، خیلیه برای جهان باستان. اگر هرودوت چرند نگفته باشه که احتمالاً چرند گفته، میگه تا دوره خشایارشا دوباره دو برابر شده بودین، یعنی خشایارشا 1200 تا کشتی داشت که خیلی عدد شگفت انگیزی، احتمالاً هم بیخود میگه، یعنی همون حدود 600 تا حد اکثر توانایی اصلا تولید اون دوره چیزه. منتها به هر صورت تا قبل از اینکه این جریان شروع بشه دوره کمبوجیه چیز، این آدم یعنی اوجاهورسن رئیس ناوگان مصر بوده، مصر هم بزرگترین نیروی دریایی رو داشته. خب این آدم کمبوجیه که میاد با ناوگانش میپیونده به کمبوجیه، خیلی عجیبه این دیگه، و یه آدم مهمی میشه در مصر، باقی میمونه به عنوان یک آدم خیلی مهم و بیشتر پزشک مهم بعدن، و در دوره داریوش هم اینچنین بوده. و این چیزی که درست کرده مال دوره داریوشه مجسمش، و بچه این مجسمه دینیه، این ناوفروسه، یعنی حمل کننده بت. خب یه نقش دینیه و اون بتی که داره حمل میکنه نئیته، ایزد بزرگ سائیس، یادتونه دیگه دودمان 26ام کمین آماسیس و نمیدونم سامتیک و اینا همه جزوش بودن و کمبوجیه اینها رو منقرض کرد، اینا مرکزشون شهر سائیس بود و ایزدبانوی مهم سائیس نئیته و کاهن بزرگ نئیت این آدمه، یعنی یه آدم دینی خیلی مهمی هم از توی مصر، و همین نقش رو حفظ میکنه و این کتیبه رو دوره داریوش کنده.
اینم بهتون بگم بچه ها، خود او جاورسنه اینقدر آدم مهمی بوده که مصری ها به عنوان خدا میپرستیدن این آدم ها تا دوره اسکندر، یعنی تا 200 سال بعد او جاورسنه بت بوده اصلا براشون، مجسمهشون میذاشتن به عنوان یکی از، و جالبه چیز شفادهنده بوده، پزشک بوده، به عنوان یکی از این ایزدان شفادهنده است، مثلا ایزد دریا نوردی نبوده، ایزد شفاگر بود و نقش کاهن بودنش مهمه. حالا این آدم این مجسمه رو درست کرده که دو تا ویژگی خیلی مهم داره. اولیشو شما میتونین به من بگین چیه؟ لباسش چیه؟ لباسش پارسیه، لباسش مصری نیست. مصری اصلا لباس اینطوری ندارن. خب یه لباس چیز داره. جالبه که لباس پارسی رو که رو کمر گره میزنن این آورده بالا گره زده. چرا؟ شاید بحث داره منطقه، شاید یه دلیلش اینه که متنه کل رداش و چیز دینیه بر صورت لباسیه که موقع مراسم دینی میپوشیده چون بوتو داره حمل میکنه. متنه رو به فارسی من ترجمه کردم تو کتاب، خیلی جالبه متن به این مهمی اصلا تو فارسی ارجاع هم بهش نیست، نه اینکه ترجمه نشده بود که هیچی، اصلا اینکه آقا یه همچین متنی وجود داره، متن دوره داریوش نوشته شده، نصف متن در مورد کمبوجیه است اصلا. در دوران داریوش کل متن نوشته شده و داریوش خیلی خوشش نمیومده از کمبوجیه بزرگ داشت کنن چون این سلسله جدید درست کرده دیگه، و اینکه در اون دوران در مورد کمبوجیه چی میگفتن اون خیلی مهمه، و این آدمی که خودش مستقیم رو در رو با کمبوجیه درگیر بوده، خب خیلی متن مهمیه. کل متنی که الان اینجا هست تو توی کتاب چیز داریوش دادگر من کل متنو ترجمه‌اش آوردم، یه تیکایش الان با هم دیگه بخونیم ببینیم چی میگه اگه لطف کنی بعدی رو. این الان فکر کنم توی مجسمه کجاست؟ اگه گفتید مصر نیست فکر کنم چیزه بریتیش میوزیوم، فکر کنم. فقط یه خبر هیجان انگیز بهتون بدم، البته دیره یه مقدار، منتهی 1995 مقبره اینو پیدا کرده، مقبره و تابوتش پیدا شده، البته چند بار غارت شده بود هیچی توش نبود، ولی این در واقع فقط یه تابوت بود دیگه. خود مقبره هم البته خیلی جالبه، معماری شبیه معماری چیزای آره مصری قدیم نیست اتفاقا. خب چی میگه؟ اولا لقبایی که به خودش میده، من یه تیکایش آوردم دیگه، کل من طولانیه تون کتابه هست خواستیم بخونیم. میگه این مرد خودشو میگه توسط نیت بزرگ مادر ایزد ره، یعنی نقش مادر خدا رو معلومه تو سائیس داشته، و ایزدان سائیس شاهزاده مشاور سلطنتی ندیم یگان سرفراز گشته، لقباشو داره میگه، خیلی لقب داره، کاتب ناظر کاتبان دربار بچه ددته نیست، ددته اسم یه جایی هره، اوائلش منم میخوندم گفتم چجوری بنویسمش ددته نخونه نشاره که مصری های باستان دفع آفاتشون هره، دریا سالار ناوگان سلطنتی شاه مصر بالا و پایین خنمیب ر آماسیس، دوره آماسیس هم این دریا سالار بوده، دریا سالار ناوگان سلطنتی فلان آخ کائن ر پسانتیک سوم که کمبوجی شکستش داد، یعنی سه تا شاه این دریا سالارشون بوده، و جاورسنه پسر کارگزار قصر، پریستار خرجب، پریستار رنف، پریستار خپت ودت، پریستار نید، اینا ایزدان اونجا که این کاهن اعظمشونه، کسی که در رأس استان سائیس پفتو نید قرار دارد، یعنی هم استاندار بوده هم رئیس چندین در واقع حلقه دینی بوده. میگوید شاه بزرگ تمام سرزمین های بیگانه کمبوجیه به مصر آمد و تمام بیگانگان را از تمام کشورهای بیگانه همراه با خود آورده، تاکید داره میکنه که این بیگانه است، بچه این اولین فرعونیه که بیگانه است و میگن بیگانه است، ادای مصری ها رو در نمیاره و میمونه تو مصر، قبلش ندارین شما، بعدش هم در واقع ندارین، یعنی مقدونی ها که میان میزنن داغون میکنن مصر رو، یعنی اولین کسی که میاد به این شکل و حاکمه و هخامنشیان دیگه بعدش. همراه با خود آورد، زمانی که سراسر کشور را در اختیار خود گرفت، یعنی چی؟ یعنی که تیکه تیکه هم نیومد مصر رو بگیره، یهو قلفتی کل مصر رو گرفت، آنان در آن اقامت گزیدند، یعنی همراهانش که بیگانه بودند، و او فرمان روای بزرگ مصر و شاه بزرگ تمام کشورهای بیگانه شد. ببین یعنی اون موقع میدونستن که کل جهان رو این گرفته با گرفتن مصر، خب شاه بزرگ همه کشورش. اعلیحضرت یعنی کمبوجیه مرا به مقام پزشک دربار خیش برکشید. پس ببین این دریا سالار بود تا اینجا، پزشک هم بود ولی دریا سالار بودن مهمتر بود، منتها با اینکه این خیانت کرده به فرعون پیوسته به چیز، منتها به عنوان پزشک درباری گذاشتنش، یعنی چیز اینا نشون میده که هوشمند بودن، اینا همطور علکی نمیرفتن یه جایی رو بگیرن همه هم اونجا بمونن، نقشا رو تغییر میدن، دوره داریوش هم میتره.
و باعث شد تا من در مقام ندیم و کارگزار کاخ با او همراه شدم. این شده ندیم کمبوجیه و فرمان داد تا نام درباریش مسوتیره زادره را به عنوان شاه مصر و بالا و پایین تدوین کنم. اسم فرعون رو این آدم گذاشته اصلا، یعنی کمبوجیه رفته، اسم کمبوجیه هست همون که اون دفعه بهتون نشون دادم، اونو اصلا به جاوسنه داده، اسمش اون تولید کرده نوشته قاعدتا. و من در این مورد خاطر جمع شدم که اعلی حضرت در مورد عظمت ساییس میداند، آموزش داده بهش که اقامتگاه نیت بزرگ است، آن مادری که رهرازاد، بعد توضیح میده میگه من خاطر جمع شدم که اینا رو میدونه، یعنی آموزش داده در واقع بهش، نگفته آموزش داده مؤدبانه است، میگه ولی خاطر جمع شدم که میدونه اینا رو. بعدی را لطف کنین حالا با یه وقفه ای میگه آن مرد نزد ایزد شهرش، یعنی آن مرد خودشو داره میگه، سوم شخص مینوشتن کتیب اینطوری، و تمام خدایان دیگر نزد شاهزاده مشاور سلطنتی ندیم یگانه، کسی که به راستی نزد شاه شناخته شده و محبوب است، سرافراز شد. خودش میگه آدم چیزی بود. وجاوسن پسر آتمیرتیس، آتمیرتیس بچه اسم یونانی شدشه، اینجا من بی خودی هم یونانی نوشتم نمیدونم چرا، میگوید من نزد اعلی حضرت شاه مصر بالا و پایین کمبوجیه اظهار نظر کردم درباره بیگانگان زیادی که مجاز شده بودند به معبد نیت وارد شوند، که سزاوار است ایشان از آنجا بیرون بروند تا معبد نیت به عظمت سابق خود برگردند. سپاهیانش که اومده بودن میمدن میرفتن تو معبدا. خب جالبه که قارت مارت ظاهرا نمیکردن، منتها میمدن اجازه نداشتن برن تو معبد. میگه رفتم اظهار نظر کردم گفتم ببین اینا باید برن بیرون، و اعلی حضرت فرمان داد تا تمام بیگانگان که در حریم نیت زندگی میکنن، معلومه رفته بودن اونجا زندگی میکردن، خیمه زده بودن تو معبد، جای باحالی بوده، رفته بودن توریستی اونجا مونده بودن، باید بیرون برون، و تمام خانه هایشان و زباله هایشان باید از معبد بیرون ریخته شود. خب و تمام اساسیهشان از حریم بیرون برده شود. اعلی حضرت امر کرد تا معبد نیت پاکیزه شود و به مردم بازپس داده شود. از معدود مواردی که مردم میبینید تو کتیبه های مصری و دوره هخامنشی یه دم اشاره به مردم میبینید، تو بابل دیدین کوروش داشت میگفت، اینجا میبینید. خب یعنی چی؟ یعنی این اومده رفته گرفته مصر رو، دریا سالاره خیانت کرده، اومده متحد شده باش، اومده بهش هم چیزای یاد داده از مراسم مصری، اسمش هم براش تدوین کرده، یعنی نقشه خیلی مهمی داره. بعد حرکت بعدی که کرده چی؟ بهش گفته ببین احترام حریم معبد رو نگه دارین، و این گفته خیلی خوب نگه میداریم، و گفته پاک کنن معابد رو و پس بدن به کاهنانی که در واقع مراسم اجرا میکردن. علاوه فرمان داد تا درآمد استان واقف به ایزدان سائیس و نیت بزرگ داده شود، چیز مالیش هم برقرار کرده که مادر خداست. علی حضرت فرمان داد که تمام جشن ها و همه دارایی هایشان همچنان که سابق بر این بود دوباره برقرار شود. غارت نکردن جایی رو و قوانین رو محترم شمردن. چنین فرمان داد که چون من او را از عظمت ساییس آگاه کردم، همان جای کمی خدایان اورنگ جاودان خود رو دارن. میگه به این دلیل این فرمان ها رو داد که من بهش گفته بودم، من خبردارش کردم، من بهش آموزش دادم. بعدی رای لطفانی. خب ببین خیلی جالبه، یه تصویر دیگه شما از کمبوجیه میبینین دیگه، یه آدمی که اولا رفت مصر رو گرفته. ببین کمبوجیه 530 شاه شد. خب یه اشاره فقط، یادتون گفتم کوروش احتمالا خودش مرده تو جنگ نمرده، یه اشارهش که جالبه اینه که کوروش تابستون 530 فوت میکنه. خب 6 ماه قبلش، یعنی در واقع از اول 530 پیش از میلاد، از 6 ماه قبلش تو بابل به اسم کمبوجیه رو شاهنشاه میدونستن. یعنی چی؟ یعنی گذار قدرت رو جلوتر از این که بمیره انجام داده. احتمالاً بیمار بوده، پیر بوده، احتمالاً بیمار بوده. جالبه که اسناد بابلی 6 ماه جلوتر از مرگ کوروش به کمبوجیه میگن شاه ایلام و پارس و بابل و جهان و این اصطلاح های اینطوری رو 6 ماه جلوتر بهش میدن. منتها به هر صورت از حدود میانه 530 این آدم شاه شده کمبوجیه، قبوله؟ و 525، یعنی 4 سال و نیم بعدش، توی این فاصله 4 سال و نیم، قبرس و فینیقیه و کرت و اینا بدون جنگ اینا رو میگیره، مصر میکنه. 525 توی مدت ناوگان هم درست میکنه، بزرگترین ناوگان دنیا هم درست میکنه، تیریرم هم ابداع میشه این وسط. 525 حمله میکنه، میره مصر رو میگیره. 525 میگیره، امرداد 522 میمیره. خب یعنی چقدر مصر کلن چه مدت دستش بوده؟ کمتر از 3 سال، کمتر از 3 سال مصر دستش بوده. توی این 3 سال
انقدر مصر رو محکم گرفته که وقتی داریوش بلافاصله بعدش درگیری جنگ میشه مصری ها شورش نمی کنن. خیلی عجیبه. و ببینیم بچه ها فقط مصر رو نمیگیره، بلکه میره لیبی و سودان و اتیوپی اینا رو میره میگیره خود کمبوجیه. الان در نشونه هاشو بهتون میگم. تو 2 سال این کار خیلی مشکلیه. خب اینا رو میخونیم میفهمین چه جوری این کارو کرده. میگه که چی؟ میگه رئیس پزشکان، حالا دیگه رئیس پزشکانه، تاکید رو رئیس پزشکانه، وجاه حسینی میگه چای مصر بالا و پایین کمبوجیه به سایس آمد، اعلیحضرت شخصا به معبد نیت آمد، اومده مراسم اجرا کرده اونجا هستن. مانند تمام پادشاهان پیشین رو در برابر اولیا حضرت نیت برپا ایستاد، مانند تمام پادشاهان خوب پیشین قربانی بزرگی گذاشت. دقیقاً برعکس چیزی که هرودوت میگه، دقیقاً برعکس چیزی که هرودوت میگه. کسی که داره میگه کاهن بعد مرگ کمبوجیه داره میگه، اینا مهمه همش دیگه. دوره کمبوجی بود میگفتیم تبلیغاتش، دوره‌ای داره میگه که داریوشه و داریوش خیلی خودش تجلیل نمیکنه از کمبوجیه. خب یعنی جزء سیاست رسمی دوران خودش نیست. اعلیحضرت چنین کرد چون من او را از عظمت اولیا حضرت منظورش ایزد بانوی خبردار کردم که مادر خود رسم مرد نزد اوزیریس هماک سرفراز شد. خودشو میگه رئیس پزشکان وجاه حسینی میگوید اعلیحضرت تمام کارهای سودمند را در معبد نیت به انجام رساند. او مانند همه شاهان پیش از خود، ببین نکته خیلی مهمیه، تاکید روی این خودشو توی سنت مصری جا داده و کاری که می‌کردم اون کاری بوده که انتظار می‌رفت بکنه، مثلا همه شاهان باستانی. و براتون گفتم مسیحا خیلی باستانگران، هنرشون سنتشون خیلی خیلی همش ارجاع به گذشته میده. و جایی که اقامتگاه فلان است، مرد نزد زدان استان سایی سرفراز شد. رئیس فلان میگوید وقف استان واکف هم احیا کردم. معلومه قبلا یه همچین وقفنامه این بوده، نمیداده فرعون قبلیه، به این ترتیب محبوبیت پیدا کرده دیگه، این معبد اونجا رو رونق داده. بعدی رو لطف کنین. خب ببینیم بچه های کمبوجیه، شما وقتی متون مصری رو میخونین ممکنه به نظرتون بیاد خب این اصلا انگار وارد دین مصری شده دیگه، چون کارهایی که داره میکنه مربوط به دین مصر میشه و این حرفا. منتها جالبه که تو همون دوران شما نگاه میکنین اینا مال دوره کوروش تا اوایل داریوشه، اینا که الان دارین میبینین. یه عناصری هست مری بویس رو اینا خیلی تاکید داره. میگه که این اوتسوزه، که البته اوتسوزه اینو توی پاسارگاد پیدا کرده و قاعدتا مال دوره کمبوجی هست. یعنی پاسارگاد در دوره کمبوجی مرکز دینی شد که کوروش اونجا به خاک سپردن. قبلا هم یه شهر مهم پایتختی بوده، قطعا معبد و اینام داشته، منتها مرکزیت پیدا کردنش به عنوان جایی که حالا تقدسی داره به خاطر کوروشه که اونجا دفن میشه. و اینو تو پاسارگاد پیدا کردن، یعنی احتمالاً مال دوره بعد کوروشه به احتمال زیاد. حالا مری بویس میگه مال دوره خود کوروشه، منتها اون دوتا که دارین میبینین همینه، این نمونه که پیدا کردن اونجا. اون دوتا توی چیزه، تخت جمشیده، کتیبه های تخت جمشیده، این روی مهره. بچه اوتسوز اینطوری احتمالاً زرتشتیه. خب این نکته رو داشته باشین، ایجاد تقدس با سوزوندن چیز خوشبو و خوندن سخن، خوندن دعا، این زرتشتیه. یعنی قربانی معمولا قبلش بوده ها، مثلا قربانی سوختنی داشتن، منطقه معمولا جانور گیاه می سوزوندن. این که حرکت کنه این به بو تبدیل شه و به کلام تبدیل شه، یه درجه رقیق شده. خب مینوه دیگه، مفهوم مینو به وجود اومده. قبلا خدایان خیلی شبیه آدم بودن، گوشت میخواستن و چیزای مادی ملموس میخواستن، منتها ایده مینو باعث میشه شما یکی از نیروهای روانتون چیه؟ نیروهای روانی توی دوره قرون میانه 5 تا نیرو داریم اون موقع دیگه 8 تا نیست، اسمش چیه؟ بوی. فلانی بو برد، فلانی بیرنگ و بوه، یعنی خنگه تقریبا کم هوشه. بو یکی از نیروهای روانه هستن و بو بردن، بوی مثل هوشه. و چیز خوشبو، سوزوندن چیز خوشبو با مینو ارتباط برقرار میکنه، با نیروهای مینو ارتباط برقرار میکنه. اینم هم داریم تقریبا مال همون دوره است. یعنی به نظر میاد که بالاخره آیین زرتشت هم بوده و مهم بوده اگه این شاخص رو برای او در نظر بگیریم. بعدی رای لطفانی کدوم کروز؟ آه بالاش خروسه. آره ببین خروس، البته راستش رو بخواهی خروس بین ایرانی ها مقدس بوده اصلا. خب منتها خروس به طور مشخص نماد کیه؟ سروش. آره و خروش میدونین که خروش
اسم خروس همون خروشه. آره، یعنی به خاطر اینکه و این مال آیین مهر بوده اولش، بخواد ببین سروش و رشن و بهرام و چیز بگین، یکی کیه؟ جلو بهرام میره، رشن کیه؟ ترازو رو نگه میداره، ترازو رو رشن نگه میداره، بهرام جلو میتازه، اون یکی کیه؟ سه تای دیگه خود سروشه. دقیقاً سروشه. اینا دوروبریای مهرن. مرسی. اینا دوروبریای مهرن و خروس چون صبحو اعلام میکنه، چون با آمدن خورشید خروش برمیداره، اسمش هم از اینجا اومده، به مهر مربوطه، منتها مقدس تلقی میشه، به خصوص اگه سفید باشه. برای اینه که کشتن خروس سفید خیلی گناه بزرگیه. خب مثلا اینه که مثلا موجود مقدسی رو بکشه. بعد از یعنی هرودوت به اینا دسترسی نداشته که حالا نه نه ببین هرودوت بذار قصهشو برات بگم. هرودوت یه آدمی بوده، اولا شهروند ایران بوده، این توی هالیکارناسوس که میدونین الان شده کجا، شده بودروم الان توی ترکیه. نه نه بودروم ترکیه جنوب آره بودروم ترکیه الان یه جایی شده، همه میرن مثلا ساحل و اینجور چیزا. اونجا اسم قدیمش هالیکارناسوسه و خیلی ایرانگرا بودن اینا و حاکمشون هم یه زنی بوده از مردم همونجا که مثلا خشایارشا به سمت یونان میره، این جزء سپاه ایرانه. این فیلم چیزا رو دیدین؟ فیلم 300 شماره 2 رو دیدین؟ آره شماره 2 رو ببینین، خیلی بامزه است. اون قهرمان زنه مثلا ملکه هالیکارناسوسه. خب حالا هرودوت هم خیلی براش مهم بوده اینا. آرتمیس دیگه، آرتمیس حاکم چیزه، حاکم هالیکارناسوس، اسمش آرتمیس. بعد هرودوت میگه حالا اینم یه آدم کوچولویی بوده اون وسط، خیلی مهم نبوده، منتها هرودوت چون بچه محلشون بوده تو تاریخش خیلی آدم مهمیه. یعنی مثلا ایرانی ها حمله میکنن، یکی از سرداران مهمشون این آرتمیس هالیکارناسوسیه. منتها اینطوری بهت بگم که این آدم تا حدود 40 سالگی اونجا بوده اصلا، یعنی تو ایران اصلا بزرگ شده، منتها تو اون منطقه خیلی هم انگار سفر نرفته، گرچه ادعا میکنه که من مصر رفتم و نمیدونم شوش رفتم و اینا، توصیفایی که میکنه پرت و پلاست، یعنی احتمالا نرفته. این در میان سالی میره شمال یونان، میره آتن، پول میگیره از حاکم آتن که تاریخ بنویسه. تاریخ برای کیا بنویسه؟ به نفع خاندان آلکمنوئید، یه خاندان حاکمن توی آتن، یه تاریخ از زبون اونا بنویسه. تاریخ نوشتن اصلا ایرانیه، ایده نوشتن تاریخ اینطوری اصلا تو یونان نبوده قبلش. و خاندان آلکمنوئید خاندان هوادار ایرانن، اینم داشته باشید. مشهورترین آدمشون پریکلسه. ایرانی‌ها میرن آتنو میگیرن، حاکمی که اونجا میذارن پریکلسه. پریکلس بعدنا میجنگه با ایرانا، یعنی غارت میکنه و سرکوبش میکنن و اینا. منتها آدم مهمیه پریکلس. یکی دیگه از این خاندان که خیلی مهمه، افلاطون دو تا رساله در موردش نوشته، آلکیبیادسه. که میگن خیلی خوشگل بوده و اینا. آلکیبیادس اصلا خیانت به جرم خیانت می‌خواستن بکشنشون، یا در میره تو راه میزنن میکشن، در میره سمت ایران، یعنی چیز ایران گماشته ایرانیا بوده. خانواده‌ای هم که هوادار ایرانن. حالا نمونه زیاده، جنگ ماراتون که میشه تو آتن یه سری آتش روشن میکنن بالای تپه، اونایی که تو ماراتون داشتن میجنگیدن میگن خاندان آلکمنوئیدن دارن علامت میدن به ایرانیا که دروازه رو واکنن روشون. خب اینقدر وسط بودن. و هرودوت میره اونجا میمیسه این تاریخ رو. ببین خیلی زده ایران نیست آخه هرودوت، اگه بخونی هرودوت بزرگ داشته خاندان آلکمنوئیده، برای اینکه بگه اینا خیلی بزرگ بودن میگه اینا با پارسا جنگیدن، و اتفاقا متن بخونی یادم داره پارسا تعریف میکنه. خب در مورد مردونیه، اون که اومده آتنو گرفته، این چقدر جوان مرد بود و این چقدر یونانی ها رو دوست داشت و این چقدر جنگاور قوی بود و این چقدر فلان بود و خب توصیفش اصلا توصیف خار کننده ای نیست. یه گلچینی ازش توسط رومیا و بعد اروپایی ها استخراج شده برای اینکه شرق و غرب رو توجیه کنن، استعمار رو. تو خود متنو بخونید اصلا چیز بدی نیست، ولی چرت و پرته. هرودوت، هرودوت میانه قرن پنجم پیش از میلاده، 480 تا 450 پیش از میلاد تو دودن، سنش هم زیاده، هرودوت زیاد عمر میکنه. مثلا میانه قرن پنجم پیش از میلاد بگیری اون حدوده در واقع. خب 400 خورده ای. آره دور بر 405. حالا یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این یه متن محلیه، یه جایی به یه دلیلی نوشتن اینو. مثلا یه آدمی که دلبسته روایت تاریخ باشه، بعد خیلی جا آرم دیده باشه، اینجوری نبوده اصلا. خب یه آدمی اونطور هم میمیسته میگه من از فلانی پول گرفتم،
اینو ببینم مثلا خیلی روشنه همه چیزش. خب اهل آتن هم نبوده اصلا خودش. خب ببینید بچه‌ها، میره مصر رو میگیره کمبوجیه. تا اینجا من چی گفتم؟ گفتم یه روایت هرودوت دارین شما، روایت هرودوت رو قاعدتا شنیده و این روایت روایت مصریه، گرچه صورتبندی ایرانی داره همینطور که الان دیدین. یعنی مصری ها به یه دلیلی که الان براتون میگم با کمبوجیه خوب نبودن، نه همه مصری ها، مصری هایی که تاریخ میوشتن، یعنی کاهنا، کاهن گنده هاشون رجا ارسنه هست که خوبه، دیدین که خیلی تعریف میکنه. منتها سنت کلن معبدی مصر خیلی با کمبوجیه خوب نیست. میدونی چرا؟ بذار همین الان بهتون بگم. ببینیم بچه، سیاست مصر از روز اولش تا روز آخرش، یعنی تا موقعی که پارسا حاکمان بر مصر، اینم بهتون بگم، مصر از 3000 پیش از 3100 پیش از میلاد شروع میشه دولتش، ادامه پیدا میکنه تا اسکندر. از دوره اسکندر به بعد مصر از بین میره، یعنی دوره اسکندر مقدونیا که میان میگیرن مصر رو، در واقع مصر رو از بین میبرن دیگه. بعدش مصر مسیحی میشه، بعد مسلمون میشه، زبونش از بین میره، خطش از بین میره، دیگه از بین میره اون مصر رو دیگه شما ندارین. دوره مقدونیا شروع میشه این ماجرا. رومیا اینقدر مقصر نبودن که مقدونیا بودن، خب یعنی بطلمیوسیا، اونایی که با اسکندر اومدن رفتن اونجا رو گرفتن. حالا تو این زمینه از تاریخ کلاسیک مصر که شروع کنیم که حدود 3000 ساله، 2800 ساله، سیاست مصری سه تا پایه داره بچه‌ها. یکی فرعونه، فرعون رئیس ارتشه، خب یکی معبده که مهمترین معبدش آمونه، منتها یه سلسله مراتبی از معابد داریم که اینا همه با هم دیگه وصلن، یه پارچن. خب فرعون رو دارید، معبد رو دارید، بنا دارید. این خیلی جالبه. یه رکن سیاست مصر اینه که کار اجباری که بناهای بزرگ بسازن، به این خاطره که مردم مصر همه در واقع بردن. خب یعنی در واقع مردم مصر همشون مجبور به کار اجباری هن. و حالا من وارد اقتصاد مصر نمیخوام بشم، منتها یه مثال من براتون بزنم برای اینکه ببینین حقوق مردم چجوری بوده تو مصر. تا زمانی که پارسا بیان وارد بشن، نویسایی که در انحصار کاهنان بوده دیگه، فقط کاهنان خط داشتن میتونستن بنویسن. و چی میوشتن؟ هیروگلیف میوشتن. هیروگلیف خیلی مشکله، اندیشه نگاره، خیلی خط مشکلیه. هیروگلیف هم میدونین که اصلا مثلا شما میخوای روی این دیوار هیروگلیف بنویسی، از هر جایی میتونی شروع کنی، به هر جایی بری، و مهمه که چقدر قشنگه، مثلا شبیه نقاشیه. یعنی شما ممکنه یه چیزی رو جابجا کنی، علامتاتو، و اصلا خوندنش خیلی کار دشواریه و نوشتنش هم همینطور. به همین دلیل یه اقلیت خیلی کوچیک این خط رو بلد بودن، نویسا بودن توی مصر، هم کاهنن، همه کاهنن. و قراردادی که حالا نوشته میشه با همه این حرفا، یه سر قرارداد نوشته میشه دیگه، چه جوریه فکر میکنین؟ حالا تا یه حدودی، منتها یه سر قرارداد داریم، بالاخره معلومه که طرف مثلا زمین رو داد فروخ به فلانی. خب منتها جالبه، قراردادهایی که کتبی میشده، که همه البته مال طبقات بالاست و شهریان، قراردادها رو که میخونه شبیه گزارای خبریه، اصلا دو طرفه نیست. اینجوریه که من به تو دو گوسفند میدم و من روی زمینت کشت میکنم، اصلا طرف مقابل نیست، دو طرفه نیست. قراردادشون خیلی جالبه، یه نفره که گزاره خبری در مورد خودش میگه، بالا به پایینه اصلا کلا. قرارداد بین دو نفر منعقد نمی‌شده، بین یه نفر منعقد می‌شده. یه نفر گزارش می‌کرد که من دارم این کارو می‌کنم، خب و اون طرف مقابل باید قبول می‌کرده. خیلی سلسله مراتبی جامعه‌شون، خیلی حقوق ندارن در واقع. یه مثال دیگه براتون بزنم، چه جوری زن می‌گرفتن فکر می‌کنید؟ قرارداد ازدواج. قرارداد ازدواج بین داماد و بابای عروس منعقد می‌شده. یعنی داماد یه پولی می‌داده به بابای عروس. اصلا عروس مطرح نیست این وسط. اصلا اسمش هم خیلی جا نیست. حالا یه نمونه هایش الان براتون میگم. ایرانی ها که میان یه تغییرات جدی رخ میده، یعنی کمبوجیه، حتی قبل کمبوجیه، یعنی دوره کوروش، اواخر دوره آماسیس، یعنی کوروش که میاد بابل رو میگیره، یه های اتفاقاتی میفته تو مصر. یکی از این اتفاقات میدونین چیه؟ خط الفبایی میاد وارد مصر میشه، که خیلی عجیبه. جایی که هیروگلیف بنویسن همونو الفبایی میکنن، یه خطی میشه یونانی ها بهش میگفتن دموتیک، دموس دیگه یعنی مردم، اهل عشیره، کلن مردم، تا حالا یه همچین معنی حدودم میده، یعنی همه میتونن بنویسن چون الفبایی دیگه راحته.
تا کمبوجیه نیومده بگیره اونجا رو رایج نیست خیلی. یه گروه اقلیتی که تحت تاثیر ایرانن فقط این خط رو استفاده میکنه. منتها کمبوجیه میاد میگیره، خط هیروگلیف میره تو حاشیه، خط دموتی مد میشه. میدونین چرا؟ همه میتونن بنویسن، با سواد میشن، طبقه بالای مصر با سواد میشن. حجم خیلی زیادی متن دارید دیگه بعدش، همه دموتیکه. اصلا متن دموتیک میشنوین یعنی دوره کمبوجیه به بعد. بعد جالبه خیلی از این متن‌ها متن‌های حقوقیه که اصلا قبلا نبوده این شکلی. و جالبه متن‌های حقوقی همش چیه؟ دو طرف است. یعنی من تعهد میکنم به تو اینو بدم، تو تعهد میکنی به من اینو بدی. اسم دوتاشون هم هست. برای اولین بار قراردادهای حقوقی میبینید در مورد ازدواج که زنه توش مطرحه. یعنی اصلا اسم زن طرف ازدواج زنه است، نه بابای زنه. خود دختره و پسره مطرحن، نه بابای دختره و پسره، یا گاهی وقتا بابای دختره و بابای پسره. اصلا این دوتا خوششون مهم نیستن این وسط. برای اینکه ببینین چجوری این اتفاق افتاد، این اتفاقای خیلی عمیقیه بچه ها. یعنی کمبوجیه ای که توی معابد اینطوری رفتار میکرده به سنت شاهان خوب پیشین، یه چیزایی رو عمیق تغییر داده. و مصری‌ها که به شدت ضد بیگانن، تو متن دیدین دیگه چقدر تاکید داره که اینا بیگانه بودن. شما شرکت‌های دوره داریوش می‌بینید که یکی مصریه، یکی ایرانیه، یکی آشوریه، اینا دارن برنج حمل می‌کنن مثلا از شوش به منفیس مثلا. اصلا خیلی پیچیده است ماجرا و چند نسل ادامه پیدا می‌کنه بعضی از این اتحادیه‌های کاری و خیلی خیلی جالبه اتفاقی که می‌افته. مثلا برای اینکه ببینین چجوری این حادثه رخ داد و این حادثه یکی از اتفاقایی که به دنبال داره اینه که ببینیم بچه‌ها، فرعون و رهبران دینی، کاهنان مصری، قدرتشون وابسته به برده بودن مردم هستن و برده بودن مردم هم کافی نیست. یعنی فرعون یکی از کارهایی که باید حتما بکنه اینه که باید بره به جنگ برده بگیره بیاره و برده ها رو میده به معبد و توی معبد، معبد و فرعون با هم این بناهای عظیم رو میسازن. ساختن این بناهای عظیم علامت اینه که فرعونی هست اصلا و فراینه بر مبنای بناهایی که میساختن شناخته میشدن. همه بنای دینیه. یعنی شما معابدی که میبینید و کاخهایی که میبینید یکی هن عملا، خیلی تفکیک شده مثل مال ما نیست که مثلا بگیم تخت جمشید بنای آینی بوده یا بنای درباری بوده. کاخ و معبد متفاوته دیگه. ما میگیم زیگورات شما زنبیل دینیه، نمیدونم کاخ حکمتانه آینی بوده، کاخ آنایت چی معبد آنایتا تو حکمتانه آینی بوده، کاخ ولی شهربانش دولتی بوده. اینا جدا دیگه، اونجا جدا نیستن. یعنی شما معبد کرنک میرید هم مال فرعون هم دینیه. خب اینا یکی ان در واقع. حالا کمبوجیه که میره این تغییراتی که الان گفتم میده، یه چیزایی رو به هم میزنه. یکی از چیزایی که به هم میزنه اینه که اتصال مستقیم به بردگان و به مالیات رو، چون اصلا معابد مالیات میگرفتن و معابد مالیات میگرفتن، مصارف خودشونو داشتن و بعد با فرعون تسلیم میکردن. اینا رو میبره کمبوجیه. مثلا یکی دوتا سند داریم که خیلی جالبه. مثلا یکیش اینه، میگه که الواری که معبد آمون میگرفت دیگه نگیره، الوار میره پیش شهبان، شهبان چیزایی که معبد میخواد و بهش میگن میده بهشون. میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی من دیگه خودم مستقیم نمیتونم الوار رو بگیرم، باید درخواست بدم بگم من اینقدر الوار برای فران کار میخوام، به میدن احتمالا. منتها قبلا الوارا رو میگرفتم، حالا هر کار میخواستم میکردم، حساب کتاب دیگه پیدا میکنه. طبقه بالای کاهنان مصری مخالفن و به خصوص با کمبوجیه که اومده گرفته اصلا این قضیه رو شروع کرده. آره، و برای اینه که تصویری که هرودوت داره میده تصویر کاهنان مصریه. اما اگر مصری ها مخالفن پس چرا شورش نمی کنن؟ چون ما اینو میدونیم که کمبوجیه میره میگیره مصر رو، اسکندر هم که میخواد به مصر حمله کنه، به ایران حمله کنه بعد 200 سال، باز دوباره باید بره مصر رو بگیره. یعنی مصر شهربانش ایرانیه. چجوری 200 سال میمونن مصری ها؟ چون مردمش خوب بودن، مردمش موافق بودن. و جالبه که مصر به شدت مقاومت میکنه. یعنی مصر یه دلیل این که مصر البته میگیره راحت اسکندر، اولش راحت میگیره، منتها یه دم شورش میکردن اینا و به شدت سرکوب میشن. دوره بطلمیوس اینا به شدت سرکوب میشن. حالا بعدن قصهشو براتون میگم، به دوره اشکانی اینو برسیم مفصل براتون میگم که فاجعه باره اتفاقی که توی مصر میفته. خب بنابراین بچه کمبوجی آدم مهمیه توی تاریخ مصر. یه جورایی شکاف خیلی جدی توی این تاریخ ایجاد میکنه. تصویرش برای اینه که دوگان است اینقدر. حالا مصری که کمبوجیه میگیره چه شکلیه؟ ببخشید.
ببین اولا مصر یه نگاهی بهش بندازین. ناره خیلی جالبه. ببین یه چیزی که داریم مال همون دوره است. ببین نه شعر چیز شعر خوب داریم. یه نکته هم بهتون بگم، ما توی سیاست مصری زنانی داریم که به قدرت میرسیدن، اینم داریم. خب منتها این نشون دهنده نیست که توی توده مردم وضعیت چجوری بوده. توده مردم رو باید اسناد مربوط به توده مردم رو ببینی. مثلا برات بگم که مثلا به لحاظ حوزه دین خیلی از موجودات مقدسشون زن بودن. خب یا فرعون زن داریم، یا یه چیز مهم دیگه این که یه سری جانشینای فرعون داماده طرفن، یعنی از طریق دختره داره منتقل میشه. توی سیاست و توی دین توی اون لایه بالا یه چیزایی داریم که برابری خواهان است واقعا. هتشپسوت دیگه فرعون بوده دیگه، فرعون زن بوده در واقع. یعنی موارد اینطوری داریم. منتها میگم این که توده مردم چه وضعیتی دارن، توده مردم هم توجه داشته باشین قضیه فقط منحصر به زنان نبوده، مردم بدبخت همینجوری بودن، یعنی برده بودن اصلا کلن. منتها نوع اصلا قراردادا جالبه، یعنی نوع قراردادا دو طرفه نیست، دو طرف دیده نمیشن توش، مال مردم هم اینطوره. در مورد منتها ازدواج جالبه که زنان اصلا کلن غایبن. خب منتها غایب بودن زنان تو ازدواج توی اسناد حقوقی چیز تابعی است از یک غایب بودن کلی تره دو طرف اصلا. خب من الان منظورم خیلی نبودش که ضد زن بودن مصری ها، بیشتر منظورم این بود که اصلا حقوق کلا نداشتن. بدنه جمعیت مصر تعریف حقوق روش نشده بوده در واقع. ببینیم بچه ها مصر در واقع صدا داره یه عجیبتر میشه، الان چند دقیقه دیگه سره تیرانوسوروس میشه بره تاله مشاهدم بودم میخندیدن. آره جان یا کاهنی بودن برای که زیش ارزش دار هست، یعنی اگر قرار بود آدم متوجه شد و کاهن باشن، یا برده بودن که زبان بودن. ببین کاهن ها همه کاهن نبودن، خب مثلا جنگاوران ها آره یعنی همسر ایزد بانون شدن بودن، یعنی اگر که آدم حسابی باشن بعد این کار وصف معبد بودن. آره منطقه دقیق داشته باش که کاهن و باسواد نبودن لزومن. خب یعنی کاهن بودن یعنی که طرف هیروگلیف بلد باشه و بعد توی سلسله مراتب دینی قرار بگیره و اینا، لزومن اینطوری نبوده، منطقه مربوط بودن دیگه. همه اینطوران، همه اینطور. ببین به این سه تا رکن، خب این سه تا رکن فرعونه، دربار فرعونه، ارتشه که خیلی بهش وصله، معبده. خب خروجی که ازش میده ساختمونه در واقع، ولی با برده این اتفاق میفته، یادم بیاد برده بگیره. ببین مثلا متون مصری اصلا صلح توش ستایش نمیشه. شما تو متون ایرانی و متون ایلامی هم اصلا نگاه کنین یادم صلح داره ستایش میشه دیگه. اصلا مصری ها فرعون خوبه اونه که باید بره بجنگه. آخناتون به خاطر اینکه نمیرفته به جنگ همه بهش فحش میدن، اصلا اسمشو هک میکنن. یکی از دلایل اینکه آخناتون رو لعن و نفرین میکنن یکتا پرستیش نبوده، اینقدر مهم نبوده این ماجرا، این بوده که نمیرفته به جنگ. این تو سوریه چرا نرفت به جنگ؟ ببینید حالا ببینید بچه‌ها، میدونید دیگه این نیله، هرودوت میگه هدیه نیله مصر، راست میگه تا یه حدودی. یه نیلی شما دارین که یه سری آبشار داره، آبشارهای مهمش رو میشمارن از بالا به پایین، میگن اول تا ششم. خب آبشار ششمش میاد اینجا و خاستگاه نیل دیگه، یعنی دو تا شاخص از دریاچه ویکتوریا جدا میشه، اصطلاح نیل آبی و نیل سفید بهش میگن. خب نیل سفید مقدار در واقع گلیتره، نیل آبی نیست. و خب اینجایی که الان ما داریم میگیم دیگه در واقع وسط آفریقاست دیگه. خب مصر در واقع تا اینجا، این در واقع سودان هستن، اینجاست مصر. جان از شمال به جنوب میشمردن. آره دیگه ببین چیزه، کلن مصر شیبش به سمت جنوبشه، یعنی دریاچه ویکتوریا و اون منطقه‌ای که دریاچه ویکتوریاست، یعنی یه گنبد گنده خاکی داری تو جنوب مصر، یعنی جنوب سودان در واقع، اتیوپی دیگه، در واقع کوههای اتیوپیه، ادامه کوههای اتیوپیه که از اونجا با یه شیبی میره میخوره به مدیترانه و نیل اینطوری جاری میشه. اینه که جنوب مصر مرتفع‌تره نسبت به شمالش، جریان آره شیبش به سمت شماله و جریان آب مصر هم در واقع جریان نیل هم
از جنوب به شمال داره حرکت میکنه. خب چون از شمال مرکزشون شمال بوده دیگه، از مصر شمردن. آره مصر شمالشه و این آبشارها خیلی ادامه داره، میگم اتیوپی و سودان و اینا میاد. خب یعنی تمدن مصری تا اونجا ادامه داره، البته دیگه خود مصری نیست، مثلا تمدن کوش بهش میگفتن یا سودان رو میگفتن کوش دوره هخامنشی یا اتیوپی. خب اکسوم بهش میگفتن، به اتیوپی میگفتن اکسوم. حالا ببین شما، من تازه الان ادامه مصر رو نشون ندادم دیگه، از آبشارا که از وسط مصر شروع میشه گفتم، بچه بالاش میشه دلتای نیل دیگه، که نیل شمالیه در واقع، نیل پایین. حالا چی کار کرده کمبوجیه؟ کمبوجیه گفتیم 2 سال خورده ای اصلا حاکم مصر بود، 3 سال حدود، کمتر از 3 سال حاکم مصر بود. اومد مصر رو گرفت، از طرف شرق، ببخشید از طرف غرب رفت لیبی رو هم گرفت. لیبیایی همیشه با مصری ها در حال جنگ بودن، لیبیایی هم سفیدن، سیاه پوست نیستن، بربرن اصطلاحاً، یه آمیخته ای از فلسطینی ها و این اقوامی که از کرت و اینا می اومدن و یونانیان و مصریان و یه نژادهای آمیخته ای هن. خب اینا همیشه با مصری ها در حال جنگ بودن، میره لیبی را میگیره حرکت اول. و هرودوت میگه که موقع حمله به لیبی بود که 50,000 تا از سربازاش رو توی واحی آمون از دست داد، تو بیابون از دست داد، که این لشکر گم شده کمبوجیه، کلی در موردش حرف هست. سال 2000 چند بار گفتن که لشکر کمبوجیه رو پیدا کردن. سال 2000 دوتا داداشن کاستیگلیونی، نمیم میشنسه این رو، نه برادران کاستیگلیونی. بچه یه موقعی ما جوان بودیم، بچه بودیم، یه فیلمی بود دست به دست زیر زمینی میشرخید، آفریقا، آدم خاران آفریقا، دیدیم اونو؟ آره یه فیلم مستندی بود، خیلی چیزای چندش بود، اون آفریقایی بود داشت موش میخورد، آدم میخوردن، نمیدونم میکشتن یکی رو، چیزای صحنه اینطوری مستند بود. بعدا معلوم شد که اصلا مستند نیست، کاری نداره. اینا رو همین دو تا داداشا درست کرده بودن، کاستیگلیونیا درست، دو داداش ایتالیایی ان. بعد فیلم مستند درست کردن، خیلی فیلم چیزی بود. بعد دادگاهی شدن، یعنی مثلا که صحنه این بود که یکی رو میکشتن، گفتن خب شما شریک قتلین دیگه الان اینجا. بعد اینا برای اینکه اثبات کنن که نه اینو نکشتن، لو دادن که اصلا کلا مستند نبوده فیلم، خب ساخته بوده، یعنی یارو رو برشان آوردن، یارو که کشته شده بود اونجا، و معلوم شد کلا رو چیز بوده. حالا این دوتا داداش با این پیشینه خیلی آره درخشانشون، یه ادعا کردن که آقا ما لشکر کمبوجیه رو پیدا کردیم. همین چند سال پیش بود، 2008 هم یه فیلمه، 2008 بود فکر کنم، یه فیلم خیلی مهمی هم روش ساختن، و که آره تو کمبوجیه در واقع صخره گنده‌ای بود، مثلا یه چیز بود 8 9 متر یه صخره بود، زیرش یه حفره‌ای بوده، ما اونجا چند صد تا اسکلت پیدا کردیم، پیدا کرده بودن واقعا احتمالاً. متا اینا گوشواره دارن و بازوبند دارن و اینا لشکر کمبوجیان که طوفان شن شده، در رفتن اونجا دفن شدن، مردن. و زهی حواس رو میشناسین؟ زهی حواس یه آدم مشهوریه، این چیز باستانشناس خیلی مهم مصره، و اینم یه فیلم دیگه درست کرد که گفت اینا اولا مجوز نداشتن، برای چی اومدن اینجا چیز کردن و هیچی هم پیدا نکردن، کلا هم دروغ میگن چاخانه. و به نظرم زهی حواس درست میگه، یعنی اگر هم چیزی پیدا کردن اغراق شده است. یه تحلیلی من تو همون کتاب داریوش دادگر کردم که متن هرودوت رو بخونین، این متن اساطیری هستن، یعنی از اون تیپ داستانهاییه که میگه مثلا خشم خداوند بر ارتش ایران فرود اومد و فلان شد، که شبیهش رو جای دیگه هم داره. خب تقریبا همیشه هم نامعقوله. فقط یه نمونه من براتون بگم، گرفتن لیبی 50,000 نفر نمیخواسته. خب جمعیتی که رفتن لیبی رو گرفتن، بیشترشون اهل یونانیای اهل یه جایی بوده به اسم کورنه و برکه، دو تا شهرن کنارم. کورنه اون یکی میشه در واقع تریپولیس، سه شهر که میشه ترابلوس الان ما تو لیبی. خب یونانیای اونجا خیلی هوادار ایرانیا بودن، کمبوجه که میاد اینا بر ضد چیز شورش میکنن فرعون، و خیلی هوادار ارتش ایرانن، و احتمالاً اینان با یه گروهی از ایرانیا که میرن لیبی رو میگیرن. خیلی کار مشکلی نبوده، 50,000 تا نمیخواسته. واحی آمون اصلا مهم نبوده اون موقع، بعدن دوره هرودوت مهم میشه به دلایلی که بعدن براتون میگم. اسکندر میگفته من پسر آمون معبد لیبی ام، واحی آمونم، برای یونانیا مهم بوده، اصلا تو خود مصر اینا اهمیت نداشت اونجا. به هر صورت میاد کمبوجیه اونجا رو میگیره، بعد جالبه که میاد پیشروی میکنه به جنوب،
یعنی دقیقا میخواسته جهان رو بگیره، شوخی نداشته. خب و قاعدتا ارتشی که همراهش به جنوب میان دیگه مصری هن اینا، یعنی جمعیتی احتمالا انقدر ایرانی ها نداشتن که بخواد مصر رو بگیرن و نگر دارن و حمله بکنن. تا کجا میاد جای بحث داره. یادتونه گفتم دودمان 26 بود که کمبوجی حمله کرد نابودش کرد، قبلش دودمان 25 داشتیم. یادتونه گفتم اینا مال جنوب بودن، اینا سودانی بودن، خاطرتون هست؟ پایتختشون یه جایی بود مثلا نپتا. خب نپتا تقریبا جاییه که این دوتا شاخه، اونی که از اتیوپی میاد و نیل آبی و سفید که به هم میخورن، اونجا میرسن به هم دیگه، شمال چیزه نزدیک خارتوم سودان الان. نپتا پایتخت دولت قدیمیه که بهش میگفتن کوش، که اینا میرن مصر هم میگیرن یه مقطعی. خب و تا نپتا قطعا اومده، یعنی کوش رو قطعا گرفته. و جالبه در دوران داریوش که جنگ داخلی شده تو ایران و بعد داریوش به قدرت رسیده، کوش هنوز جزء ایرانه، یعنی شورش نکردن اینا تو اون شلوغ پلوغیا. و به احتمال زیاد حدث من اینه که تا جنوبتر هم میان، تا یه جایی به اسم مروعه. یکی دوتا نکته بهتون بگم بچه، یادتونه گفتم مصر طلا خیلی داره، معادنش اینجاست، معادن طلای مصر اینجاست، از اینجا طلا میبردن. خب نکته اول، نپتا حدود 590 پیش از میلاد، سامتیکا یادتونه دیگه، آره اون فرعونای مصری همین دودمان 26 هم. یه نکته هم بهتون بگم بچه، فرعونای دودمان 26 هم تقریبا بیورزه بودن از دید مصری ها. یعنی نه به لیبی، نه به سمت لیبی حمله کردن و پیش روی کردن، نه به جنوب. در واقع جنوب دست اصلا سودانیا بوده یه جورایی. نیروهاشون رو همه رو جمع کرده بود آماسیس شمال که جلوی کوروش رو بگیره. خب و مصری ها ظاهرا ناراحت هم بودن از این قضیه، یعنی کمبوجیه که میاد و میره میگیره این منطقه رو، خیلی محبوب میشه تو خود مصر، خیلی فرعون مهم مطرحی بوده. نپتا یه بار قبلا سال 500 اگه من اشتباه نکنم 96 اواخر قرن ششم، قبل از اینکه کوروش بیاد، یه خورده قبل از این کوروش بیاد، 30 سال قبل از این کوروش بیاد، نپتا رو یه فرعونی میاد میگیره و غارت میکنه و از اهمیت این شهر کم میشه. جالبه که یه خورده بعدش، یه خورده بعدش میشه دوره کمبوجیه، یه شهر دیگه اینجا دارین به اسم مروعه. منابع قدیمی رومی و یونانی میگن که مروعه رو اصلا چیز درست که کمبوجیه تأسیس کرده. خب و مروعه میگن اسم زن کمبوجیه بوده اصلا، که اونجا میمیره، حالا یه زنی شاید داشته از احتمالاً مال همین بومیای اینجا، میمیره و به افتخارش اونجا یه شهر درست میکنن. مروعه میشه پایتخت کوش، پایتخت سودان قدیم. و تو تخت جمشید اینایی که میبینین آج دارن میارن و اینا، اینا مال مروان. خب و حالا نشون به اون نشونی که اسم اون منطقه‌ای که مروه توشه میدونین چیه؟ کبوشیه، یعنی اسمش کمبوجیه است انگار. و یه علائمی هست که به نظر میاد که نه تنها تا اینجا اومده بلکه پایتخت اون استان کوش رو هم درست کرده نزدیک اون پایتخت غارت شده قبلی. این که نپتا رو به زوال میره و از بین میره، معنیش اینه که یه شهر دیگه کنارش هست، اگه نه همینطوری شهر از بین نمیرفتن، به خصوص که معدن طلا هم داشتن. بعدی رو ایلوت کنین. خب این مردم مروه فرنگشون مصری بوده، هرم درست میکردن، البته یه مقدار ابعادش کوچیکتر و یه اتاقکی هم جلوش داره، میبینین اونجا خیلی بامزه است. آره شبه مصر کوچولوی اونجا داشتن، کامل سودانی هن و کامل آفریقایی هن، یعنی سیاپوس هن. و بعدی رو لطف کنید. خب قراردادهای ازدواجی که الان براتون گفتم، مثلا اینطوریه، مثلا میگه که داماد براته میگرفت تا اموالی رو در مقابل زن یا برای یک زن شپنه یا شمته به وی پرداخت کنن. اولین بار 537 یه خورده قبل حمله چیز آخر دوره کوروشه، یه قراردادهای شما میبینین که به طور مستقیم داماد و عروس با هم دیگه وارد ارتباط میشن. میخوام بگم اینا بچه‌ها نفوذ فرهنگی ایران قبل از اینکه رسمی بشه و تثبیت بشه دوره آماسیس شروع شده بوده، یه همچین چیزایی رو دوره کوروش هم شما میبینین. بعدی رو لطف کنین. آها یه چیز خیلی مهمه دیگه، پول. اصلا مصری ها پول نداشتن که، پول شکل میگیره. اولین سندی که توش پول داره مال سال 517 پیش از میلاده. خب دوره وسط دوره داریوشه. بعد جالبه که پول مربوط به چیزه، مربوط به سند، باز دوره ازدواجه.
این عبارت قدیمی که پول در مقابل زن، مثلا فلان گوسفند در مقابل زن قبلا پول نبوده، تبدیل شده به پول شایسته همسر. خدن ارخمت. خب به مصری. آره خیلی حسن تعبیر پیدا کرده. بعد جالبه یه جایی داماده پول میگیره با یکی ازدواج کنه، اینم خنده داره. یعنی آره خیلی برابری مورد نظر شما حاکم بوده. آره بعدی رو لطف کنین. خب این خط دموتیه که براتون تعریف کردم. باز جالبه اولین نشونه خط دموتی مال 600 پیش از میلاده. خب یعنی دوره که کوروش هم هنوز اصلا به قدرت نرسیده، ولی خب مات ها هستن و بابل و اینا هستن و البته خیلی اسناد خیلی کمی داریم، این چیز خیلی نایاب نادری بوده. منطقه در دوره کمبوجیه به بعد اصلا همه اسناد مصری رو دیگه به این زبان میمیسن و یه چیز خیلی جالب، در دوره کمبوجیه قوانین قدیم مصری رو جمع میکنن و با خط دموتی میمیسن و جالبه که به کی منصوب میکنن این قوانین رو؟ گفتین آماسیست. این کمبوجیه میگه خیلی با افتخار میگه من قوانین مصری رو جمع کردم، قوانینی که مال دوره آماسیسه. یعنی خیلی مشکل نداشته با سلسله قبلی و سلسله 27 خودش دیگه، خودش مؤسس سلسله بعدی مصر است. و بعدی رو لطف کنین میرسیم به مرگ کمبوجیه. یه روایت دیگه هم در مورد کمبوجیه داریم همزمان، مربوط به داریوش. خب تو کتیبه 20 داریوش میگه، داریوش شاه میگوید کمبوجیه نام پسر کوروش از دودمان ما در اینجا شاه بود. آن کمبوجیه را برادری بود به نام بردیا که پدر و مادرش با کمبوجیه یکسان بود، برادر تنی بود. سپس کمبوجیه آن بردیا را کشت. هنگامی که کمبوجیه بردیا را کشت، برای مردم روشن نشد که بردیا کشته شده است. سپس کمبوجیه رستپار مصر شد، یعنی قبل لشکرکشی به مصر، یعنی 525 قبلش کشت بردیا. در آن زمانی که کمبوجیه رستپار مصر شد، مردم متجاوز شدند. متجاوز شدن یعنی از من همون ترجمه کنتو گذاشتم، یعنی از چیز داتا، از قانون سرپیچی کردن. پس آنگاه دروغ در سرزمین بسیار شد، هم در پارس، هم در ماد و هم در سرزمین‌های دیگر. خب ببین داریوش داره چی میگه؟ میگه که کمبوجیه روایتش خود شبیه هرودوت اینجا. یعنی میخوام بهتون بگم هرودوت یه رگه‌ای از تبلیغات احتمالاً ایرانی هم هست تو حرفش. میگه کمبوجیه داداشش رو کشت. به چندین دلیل براتون خواهم گفت که این کارو نکرده. اونی که به قدرت میرسه بعدش بردیاس، برادرش. خب نمیشه برادره رو کشته باشه بعد یکی دیگه همینطوری بیاد به قدرت برسه، هیچ کس هم هیچی نگه. یکی از اونایی که هیچی نمیگه خود داریوشه. ببین داریوش، حالا باز اینو بعداً به داریوش برسیم براتون میگم، داریوش سپه سالار کمبوجی است تو مصر. یعنی اون سپاهی که میرن مصر رو میگیرن، داریوش رئیسشه. داریوش سپه سالار ارتش ایران موقع فتح مصر. احتمالاً یه دلیل اینکه مصری ها شورش نمیکنن اینه که به داریوش وفادار بودن. خب یعنی اینا که اومدن گرفتن خاطره به جا گذاشتن که اینا به داریوش وفادارن. حالا جالب اینه که داریوش میگه، و داریوش موقعی که بردیا به قدرت میرسه شورش نمیکنه که. خب اعضای توتر رو روی اون نقشه خانوادگی قبلا براتون گفتم، دوباره بهتون نشون میدم. خب دار یه شاخه خانوادگی که آتوسا خواهر بردیا، یه دار دست دامادش، یه دار و دسته ای هن فک و فامیل بردیان، اینا کودتا میکنن. دم آخری داریوش به اینا میپیونده. مگه میشه یه نفر دروغی باشه و هیچ که شورش نکنه؟ 7 ماه همین حکومت میکنه. حالا براتون خواهم گفت که حکومتش هم خیلی جسورانه است، میاد تغییر میده یه چیزایی رو. یکی که همینطوری الکی به قدرت رسیده باشه از این کارا نمیکنه که. خب کاملا مشروعیت داشته این آدم. و وقتی میکشنش یه عده زیادی میگن ما بردیاییم، یعنی اینو بردیا میشناختن دیگه. تقریبا برای من قطعیه که آن کسی که کشته میشه به دست داریوش خود بردیاست. یعنی این جمله که الان خوندین دروغه. خب این که چرا این همچین جمله ای رو میگه رو بعدم براتون تحلیل میکنم. یه دلیل داره اینو میگه الان اینجا. میخواد بگه که من بردیا رو نکشتم. منتها در این حال یه اتفاقاتی هم افتاده که میتونه اینو بگه. حالا براتون خواهم گفت. چون یه آدم ادعا کردن من بردیام، میگه اینم جزشون بود. خب یه چیز اینطوری، زمینه اینطوری داریم. اما نکته عمده این که داره میگه که در دوران کمبوجیه بود که آشوب شروع شد. میگه کمبوجیه اومد رفت مصر رو بگیره، که خود داریوش هم همراهش بوده، اینم باید توجه داشت. میگه مردم شورش کردن، شلوغ شد اوضاع. بعدی را ایلوت کنیم اینجا.
بعد میگه سپس مردی که مغبود به نام گوماتا از پاسارگاد برخاست، از آنجا که کویس به نام آرکدری هنگامی که از آنجا برخاست از ماه ویخنه 14 روز سپری شده بود. او به مردم این گونه دروغ گفت: من پردیا پسر کوروش برادر کمبوجی هستم. پس آنگاه همه مردم در برابر کمبوجی نافرمان شدند. داره میگه آخر دوره کمبوجی شورش شده بر ضد کمبوجی و به سوی او رفتند، هوادار بردیا شدند، هم پارس هم ماد و هم سایر سرزمینا. از ماه گرماپده گرما افزون ماه تابستونه دیگه، آره تیر ماه میشه، 9 روز سپری شده بود که او شهریاری را در رو بود. پس آنگاه کمبوجیه به دست خود مرد. یعنی ترتیب رخ دادا، کمبوجیه اون میاد بره مصر، بردیا رو میکشه، میره مصر، مردم سر به شورش برمیدارن. یکی به نام بردیا، به ادعای بردیا چیزشون میشه، رهبرشون میشه، به قدرت میرسه، بعد کمبوجیه خودکشی میکنه، به دست خود میمیره. کجا میمیره؟ کلید قضیه اینه. داده ها رو جمع بزنین، حالا من الان دیگه وقت نیست خیلی ریز براتون بگم، تو سوریه نزدیک حلب میمیره کمبوجیه. چی میشه میمیره؟ به دست خود میمیره، ولی خودکشی احتمالا نمی کنه. دو تا روایته، یکی اینه که میاد بپره رو اسب، نیزش و شمشیرش میره تو رونش، یکی دیگه اینه که داشته چوب اره میکرده، نمیدونم چه شاهی بوده که چوب اره میکرده، داشته چوب اره میکرده زخمی میکنه دست خودشو، مثلا قانقاری ها میگیره میمیره. خب یعنی به عبارت دیگه اتفاقی میمیره و جسدشو خیلی با تجلیل و احترام میبرن توی نیریز، احتمالا دفن میکنن. مگه میشه؟ و بعد هیچ کس شورش نمیکنه و بردیا به قدرت میرسه. مگه میشه شورش بوده باشه قبلش؟ میدونی چی میگم؟ ارتشی همراهشه، داشتن مصر برمیگشته تو حلب، وگرنه حلب چی کار میکرده؟ حلب فاصله بین در واقع پارس با مصر دیگه، مصر رو گرفته فتوحاتشو کرده داره برمیگرده، تو راه میمیره. ارتشش همراهشن و سپهسالارشون خود داریوشه. مگه میشه شورش باشه، یا آدم غریبه باشه، اینا همینطوری بیان و بردیا شاهشه، 7 ماه هم بعدم سلطنت میکنه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی تقریبا و روشنه موقعی که شما تاریخو نگاه میکنین که روایتی که داریوش داره میگه اینجا، این روایت درست نیست. و هرودوت هم همینو میگه. هرودوت همینو شاخ و برگ میده بهش و مصریش میکنه و حالا قصه‌های مصری هم قاطیش میکنه، همینو میگه. اتفاقی که احتمالاً افتاده، جنبندی بکنم، احتمالاً کمبوجیه در راه برگشت از مصر زخمی میکنه خودشو، به هر دلیلی، حالا یا داشته اره میکرده یا داشته سواری میکرده هرچی، زخمی میکنه خودشو و میمیره. با سطح بهداشت اون دورم اصلا بعید نیست که یکی یه شمشیر چیز تو پاش بره یا یه تیشه چیز زخمی بهش بزنه و قانقاریا بگیر بمیره، اصلا این چیز عجیبی نبوده. میمیره این آدم و برادرش به قدرت میرسه. برادرش بردیا بوده. برادرش براتون خواهم گفت یکی از عجیب، شاید بگم عجیب ترین شخصیت خاندان هخامنشی بردیا است. فقط در حد دو سه تا جمله، بردیا ببین 7 ماه سلطنت کرد دیگه. طی 7 ماه اتفاقی که افتاد این بود که اموال یه سری رو گرفت، به یه سری دیگه یه اموالی داد، یه سری معابد رو خراب کرد، یه سری مراسم دینی جدید شروع کرد اجرا کردن، فک و فامیلاش همه دست به یکی کردن بر ضدش، سردارای بزرگ بر ضدش دست به یکی کردن، توطئه کردن کشتنش. بعد از اینکه کشتنش، عده زیادی بهش وفادار بودن همچنان و اینا جنگیدن با اونایی که اینو کشته بودن. همه اونایی که میجنگیدن ایرانیان. خیلی جالبه. جنگای دوره 522 که مفصل براتون ترم دیگه میگم، همه اعضای درگیر توش ماد و پارس و اینان، اصلا نه یونانی توش میجنگه نه مصری توش میجنگه. چرا یه همچین اتفاقی؟ اصلا خیلی عجیبه این. مثلا شما یه امپراتوری داشته باشین، یه امپراتوری تازه جهان رو فتح کرده، بعد جنگ داخلی توش میشه، جنگ داخلی فقط بین همونایی که فتح کردن، بقیه هم آرومن. چجوری ممکنه همچین چیزی؟ چرا لودیه مثلا شورش نکرد؟ چرا هند مثلا شورش نکرد؟ چرا سکاها مثلا شورش نکردن؟ این مثلا عجیبه دیگه. مصر رو موقعی که داریوش داره به رقباش میجنگه، مصر رو 3 سال فتح کردن، کوش رو تازه فتح کردن، احتمالا یه سال نیمه فتح کردن. چجوری اینا شورش نکردن؟ چرا اینا جدا نشدن؟ اونا سر چی داشتن میجنگیدن با هم دیگه؟ حالا براتون خواهم گفت، یکی دو تا هم نیستن، یه دستبندی خیلی پیچیده‌ای داریم و خیلی جالبه. سال 522 پیش از میلاد
بزرگترین جنگ جهان باستانه. بزرگترین جنگ جهان باستان هم به لحاظ تلفات، هم به لحاظ گستری جغرافیایی جنگ، هم به لحاظ پیچیدگی جنگ، هم به لحاظ جمعیتی که می‌جنگن، بزرگترین جنگ جهان باستانه. و 400 سال بعد دوباره جنگی در این ابعاد رخ میده. تو کل دنیا دارم میگم، فقط ایران نیست. یعنی 400 سال بعد که جنگای ایران و روم از یه حدی رد میشه، یه همچین چیزی دوباره شما میبینید. خیلی اتفاق عجیبیه. و تا قبلش همه چی آرومه، میخوام اینو بهتون بگم. تا قبلش که بردیا حاکمه، تا قبل از اینکه کشته بشه بردیا، همه چی آرومه. تقریبا روشنه که کوروش میمیره، دو پسرش به نوبت به قدرت میرسن، کمبوجی همونطور که گفتم دقیقاً سیاست کوروش رو پیش میبره و خیلی درخشان و خیلی موفقه، یعنی فاتح خیلی بزرگیه، سیاستمدار خیلی بزرگیه، بدون خونریزی مصر به اون گندگی رو میگیره و مصری‌ها هوادارشن میرن بقیه جاها رو میگیرن. یعنی کمبوجی هم مصر که خارج میشه، بزرگترین مصر ممکن وجود داره تو کل تاریخش و حاکم داره، فرعون دیگه نداره، حاکمش هم ایرانیه، آریانده اسمش. حاکمای مصری همشون دیگه از اون به بعد ایرانیان، فرادات، آریانده، هخامنش، اسمشون هم اینجوری. و این اتفاق خیلی مهمیه، بعدن حالا بحثشو میکنیم که چجوری این حادثه رخ داد. فقط یه پیشنهادی دارم بچه ها، کتیبه بیستون خیلی نیست حجمش، کتیبه بیستون یه بار دقیق بخونید خب و بپرسید، مرتب پرسش طرح کنید توش. مثلا اگر گفته از ماه گرماپد 9 روز گذشته بود، بگین که چرا اینجوری گفته. متن قبلی اصلا اینجوری نیست. حالا اگه نگاه کنیم اینقدر دقیق نیست متن قبلی، چرا اینجوری گفته. اگه مثلا میخونید که فلانی داداشیک ارمنی بود، داداشیک این یکی ارمنی نبود، اینا کیان، چرا اینجوریه اسمشون، چرا اینجوری بیان شده ماجراشو، کی با کی جنگید، کجا جنگید، چرا، چه جوری داره روایت میکنه، سوال کنید. خب متن خیلی جالبیه. بیست واقعا فکر میکنم که این متن بیستون چون درست داری فکر میکنم، یعنی میدونه که محرس این در واقع مدد زور داره خودشو تصمیم میکنه، باید تنسازی میکرده که کم روزی رو بس نشون بده، دریافت بردش رو دروزی نشون بده و خودش نجات دهنده سلطنتی که هخامنشی ایجاد کرده. بنابراین میتونیم یه روایت اینه، یه روایت اینه که داریوش یه آدم رز ناجوری بود، به زور اومد چیز میراث کوروش رو غصب کرد. یه روایت اینه. یه روایت دیگه اینه که نخیر، گوماتا اصلا بردیای دروغین بود، داریوش هم دمش گرم اومد مثلا چیز کوروش بود. یه روایت دیگه هم من به نظرم ممکنه بین این دوتا، که بذار قبل از اینکه من بگم خودتون بخونین و پرسش شهر کنید روش دیگه. مثلا پرسش شهر کنید در این مورد که کیا بودن می‌جنگیدن. مثلا سوال مهمه، مثلا مردم می‌جنگیدن، میگه تو ماد جنگ شد، کیا بودن می‌جنگیدن، کجا می‌جنگیدن، اسم کدوم شهرها است. مثلا یه چیز خیلی جالب، اصلا تو شهرها نمی‌جنگن، خیلی نکته خیلی مهمیه، شهرها اصلا نمی‌جنگن، همش اسم دژه، دژه فلان، دژه فلان. خب یه بار فقط تو بابل جنگ، حالا بعداً میرسیم می‌خونیم یکی یکی، چرا تو شهرها پس چرا نمی‌جنگن اینا، چرا همش میان بیرون، بابلیا میاد بیرون، ندینبون میاد بیرون میجه، چرا اینجوریه. خب پرسش شهر کنین، متن رو بخونید. اینطوری بهتون میگم بچه ها، در متون جهان باستان مهمترین متن جهان باستان کتیبه بیستونه و تنها متنیه که ما مطمئنیم تحریف نشده، یعنی روسنگ هنوز هم هست. هرودوت اولین نمونایی که شما دارین از تواریخش مال قرن 8 میلادیه، خیلی جدیده. افلاطون، توکودیدس، اینا که میگم قرن 9 میلادیه، مال 1000 سال پیشه. متن یعنی 1000 خورده سال هم توی دست به دست چرخیده. منتها کتیبه بیستون همونیه که الان رو دیوار مونده. خیلی متن بزرگ و مهمیه، بزرگترین کتیبه سنگی دنیاست، میدونین دیگه. به نظر من نقطه عطف تاریخ نگاریه، با متنای قبلیش کلا فرق میکنه، حتی با متنای دوره کمبوجیه و کوروش. بخونیدش لطفاً، خیلی هم حجم نیست. کتاب کنت رو بخونید، کتاب متون پارسی باستان، پارسی باستان اسمش، کنت کتاب درسیه، اون از روی اون بخونیدش. تو داریوش دادگر خود متن رو من دیگه کامل نیوردم، ولی تحلیلش آوردم. اگه میخواین داریوش دادگرم تحلیلش رو میتونیم بخونیم. آره. همون گوماته. آره. طرف اسمش چرا گوماته است؟ این همه سواله دیگه.
اصلا گماسار اسمش غیرعادیه، همه رو میگه، همین دیگه، همه رو میگه فلانی که برادر فلانی بود، فلانی که پسر فلانی بود، گماتا، همین یه دونه گماتاست.